نخستین روزهای دومین ماه تابستان، جاده های کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب. من از نطنز بار زدم برای تهران. تهران خالی میکنم. تهران بارم خالی میکنم. بعدش ایشالله کجا؟ دوباره خالی میریم سمت همون نطنز یا کاشان. برم اصفهان. از کجا؟ از خوزستان. دیشب تقریبا یه روز بعد از ظهر افتادم دیگه. سخت نیست تو شب و نصف شب و رانندگی باید بکنی؟ چرا دیگه سخت نیست دیگه، رانندگی سخت نیست. با این تحرک و پویایی کار لنگ نمیماند. از مبادی ورودی و گمرکات تا کارخانجات و واحدهای تولیدی و بازار. کلا مسیرم سبزوار به تهرانه. کلا سبزوار تهران. آره سبزوار. چی میبری چی میاری کی میری؟ از بار سیمان میاریم، از این برم بیشتر آهن آلات میبریم. داخل شهری هستیم، بار میزنیم از کرج میاییم اینجا، هر چی سر کار بار بخواد خالی میکنیم. گرما و سرما دیگه. بله بله بله. گرما اذیتتون نمیکنه؟ چرا اذیت میکنه، این ماشینایی هم که ساختم ماشاءالله الان روشن کنم گرمای موتور اینجا میزنه. 450 هزار کامیون و 600 هزار راننده روزانه حمل و نقل بخش مهمی از کالا در کشور رو بر عهده دارند. رانندگان در ماه‌های گذشته مطالباتی داشتند که با پیگیری مسئولین بخشی از این مطالبات برطرف شده و قسمتی هم در حال انجامه. الان الحمدلله اینجا بارمون زیاده، خودمون مشکلمون حل شده، فقط تنها مشکل اساسی ما مشکل لوازمه. 30% مشکلات هست که خب همین قطعات و لاستیکه که انشالله امیدواریم برطرف بشه. بهتره. آره الان بهتره، چیلانبار باشه بهتره، به نفع ما. رانندگان خواسته های برحقی دارن، اونا هم مسئولین دارن بهشون بها دادن. بیمه تکمیلی هم یکی از مواردی بود که حالا به سرانجام رسیده. بحث مسافر قبلا بیمه تکمیلی رانندگان عزیز انجام شده بود. ما در بخش بار مشکل داشتیم که الحمدلله این اتفاق افتاد و از 15 این ماه اجرایی میشه. من خواهشم از همه رانندگان بخش بار کشور اینه که حتما به مراکز صدور کارت هوشمند مراجعه بکنن. رانندگان خودروهای سنگین با حمل و نقل کالا سهم مهمی در اقتصاد کشور دارند. جاده محور بودن حمل و نقل در ایران نقش این قشر زحمتکش رو پررنگ‌تر می‌کنه. حمل و نقل جزو مهمترین ضرورت‌های توسعه اقتصادی کشور هست. هرچه این بخش پویاتر باشه و با سرعت بیشتر و با ظرفیت بیشتری حرکت بکنه، گام‌های اقتصادی کشور تسریع میشه و چرخ‌های اقتصاد هم با سرعت بیشتری حرکت خواهد کرد. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.